بازرگان، یعنی به طور ضمنی چند فحشی هم نثار اجداد ما کرد. آدم های منحطی بودن، فرهنگ منحطی بودن، اسلام مترقی بوده و زورم نبوده. خب حالا با این وقت کم من میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی که پیغمبر اسلام مرده، تمام عرب از دین برگشته. این جواب لا اکراه فی الدین عرض میکنم. آقا عرب نمیخواست اسلام، بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده. خود عرب از روز اول، اون که شهر مکه بود که در واقع دیگه مرکز فرهنگی عرب بود و بزرگترین شهر بود، اینا گوش ندادن به این حرفا. 13 سال 40 تا 50 نفر اینا مسلمون شده بود، شروع کردن به حمله کردن و کشتن و به زور تحمیل کردن یه عده بیچاره قبایل رو، به زور وادار کردن. مکه هم با فتح مکه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، به ضرب شمشیر، نه به خدا کلام الله. کلام الله هیچ تأثیری نداشت، اگه داشت اونا مسلمون شده بودن. اینا حقایق تاریخی اسلام خدمت شما عرض میکنم. چه کینه ای دارم من عزیز من؟ تو کم میدانی. باری همه اینها برگشتند، به اینا گفتن مرتدان. یک چپتر بزرگی در تاریخ هست، در ابن عسیر، در طبری، در دیگران، به نام اهل رده، مرتدان. اینا گفتن آقا ما نمیخوایم، ما اسلام نمیخوایم. خب لا اکراه فی الدین، این میگه که آقا بذار اینا به دین خودشون باشن، ما چه کار هستیم؟ ابو بکر میگوید که من از اون که پیغمبر کرد هیچ کمتر نکنم. گفتم این ابو بکر مرد راستگو و درست کردار و سلیم و نفسی بود، اینجا تبدیل شد به یک خوناشامی مثل یک دراکولای عجیبی شد این آدم. خب چند نفر هم ادعا پیغمبری کردن، طرفدارانشون بیشتر از این پیغمبر شده بود، یعنی به نسبت سال و ادعا که بگیم، مسیلمه که بهش گفتن کذاب، 30,000 نفر پیرو پیدا کرده بود ظرف یکی دو سال. یک زنی بود در قبیله، اون هم حدود 30,000 نفر، یه بانویی بود، ادعای پیغمبری کرد، 30,000 نفر. اینا فلسطین همه اینا رو کوبه کشن. حالا خدمتتون میخونم، این ابوبکر میگوید که من کاری که میکنم این است که لشکر میفرستم، هر کسی که بر نگردد به اسلام گفت که بکشید، همه اینا رو از بین ببرید. 11 جنرال معلوم کرد و میگوید و اون عرب همه بر طلیحه گرد آمدن و او لشکرگاه زده بود و حد بنی اسد به جایی که نام اون سمیرا گویند. چون عرب بسیار بر وی گرد آمدن، از اونجا برخواست و پیشتر آمد و فراز مدینه نیارست شدن. بوبکر چون به مدینه باز آمد، سپاه عرض کرد و 11 امیر بیرون کرد و همه را روزی بداد و به حیه های عرب فرستاد. حی یعنی قبیله کوچک. عرب فرستاد و بفرمود که حرب کنید تا هر که مرتد شده است از عرب به اسلام باز آید، یعنی به ضرب شمشیر و قتل آدم کشید، یا همه را بکشید و برده کنید. لا اکراه فی الدین. خب من نخستین لوا مر خالد را داد و او را با سپاهی ساخته سوی طلیعه فرستاد و گفت بابه حرب کن و چون از او به پردازی سوی مالک ابن نویره شو به ناحیت بطاه. و دیگر لوا مر اکرمه داد پسر بوجهل و او را با سپاه به یمامه فرستاد به حرب مسیلمه. مسیلمه اونم یه پیغمبر دیگری بود. و 3 دیگر لوا مر مهاجرین ابی امیه را داد و بفرمودش که با این سپاه به یمن شو و معاذ بن جبل را و اون کسها که بیان بودن فلان، اونها رو بکشن و هر که را از متابعان او بیابی بی محابا بکش تا زمین از ایشان پاک کنی تا به مسلمانی بازای. این تاریخ اسلام. خب حالا اینا اومدن همه قتل عام کردن و کشتن و اینها آخر کار، چون وقت کم است، یک بخشی هست به نام خبر کشته شدن بقیت مرتدان بر دست خالد بن ولید. این بیچاره ها یه مش عرب بودن، نه کاری به اسلام داشتن، نه کاری به مکه داشتن، دین آبا عبا اجدادشون رو داشتن. دلشون میخواست آقا اسم مسلمان نشن. میگوید چون خالد را کار طلیحه برآمد، یعنی کشت و صاف و صوف کرد و همه مرتدان از عرب به اسلام باز آمدن، گروهی از هوازن و بنی سلیم و بنی عامر بر مرتدی بماندن، مردمانی پراکنده و چنان نبودند که جایی گرد آمدندی. یعنی اینا لشکر سپاهی نداشتن، بیچاره اتفاقاتی نداشتن که لشکر درست کنن، یا سپاهی کردندی که خالد آهنگ ایشان توانستی کردن. و خالد همون جا که بود بنشست با سپاه و هر کجا خبر یافتی که اندر عرب یکی مرتد است،
کس فرستادی و او را بیاوردی. اگر به مسلمانی آمدی و اگر نه بکشتی و کس خیشتن را به کشتن نیاوردی و هر که را بخواندی یا مسلمان شدی یا خود گفتی من مرتد نبودم، مسلمانم بر دین محمد. خب حالا از این آقا باید پرسید، از این آقای محترم فرض کن این آقا نشسته در مشهد، همین آقای محترم، آقای بازرگان، 4 تا اهریمن به اون شکل و شباهتی که اونا داشتن، حالا امروز چی هستن که عروس چه باشن، با شمشیر اومدن دم در. این آقا با خانومش، دور از اون ایشون، با خانومش و 4 تا بچه ایستادن تو فرانسه، مسلمان میشی یا تو رو بکشیم، زن تو ببریم بفروشیم، بچه‌ات هم به بردگی ببره. بگو مسلمانی شرطش چیه؟ هیچی، بگو اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام شد. حالا یه پولی به ما بده بریم. میگه هر بدبختی که می آوردن، میگه والله من که چیز نبودم، که چون اونایی که اهل شمشیر بودن و پرنسیپ داشتن و مقاوم بودن ایستادن و کشته شدن. خب حالا این آقا رفته منزل مالکه نوبیده که اسمشو برد، یه زن زیبایی داشته، خاله زن این مرد رو کشته، زنشو ریپ کرده. این اسمش هم سیف الله بود، مثل همین سیف الله پسر این مرتیکی در لیبی قدافی. داستان ها شد بعدش که عمر ایراد گرفت و اینا، حالا اون داستانش مفصله. یعنی تجاوز خالد ابن ولید سیف الله اسلام به زن مالک نوبیده داستان مشهوری است. زن مالک نوبیده که اسمشو برد، یه زن زیبایی داشته، خاله زن این مرد رو کشته، زنش رو ریپ کرده. این اسمش هم سیف الله بود، مثل همین سیف الله پسر این مرتیکی در لیبی قدافی. داستان ها شد بعدش که عمر ایراد گرفت و اینا، حالا اون داستانش مفصله. یعنی تجاوز خالد ابن ولید سیف الله اسلام به زن مالک ابن نوره داستان مشهوری است. و مردی بود از بنی کلاب، نام او علقمت ابن علاسه، و به وقت پیغمبر به مدینه آمده بود و مسلمان شده و به حی خیش رفته. چون پیغمبر بمرد مرتد شدن و با طلحه نایستاد، برخواست و به شام شد تا بنگرد که کار طلحه چون بود. پس چون طلحه هزیمت شد به بنی کلاب باز آمد و به حی خیش و مرتدهای و مرتدی پنهان همی داشت، و آن حی او از خالد دور بود و به مدینه نزدیک بود. بوبک مردی را سون فرستاد، نام او قعقاع ابن عمرو. این همون حیوانی است که جنگ نهاوند این سردار بود که بیشتر از 100,000 ایرانی کشتن، 50,000-60,000 نفر بچه‌ها و زن و مردم اسیر کردن بردن مدینه. اینا مایه افتخارات ماست البته. آقا یک کسی میواد شما مسلمان بشه، خب مسلمان بشه. اگه این اسلام حرف حسابی داشت چرا به شمشیر آویزون شد؟ عقایدش منتشر میکرد، مثل بودایی، مثل مسیحی، مثل نمیدونم همه اینا که ادعا کردن. شما دین بودایی لشکر بکشه به جایی یا هندو لشکر بکشه؟ یه عده زیادی آقا پذیرفتن، تعداد هندو و بودایی رو هم از مسلمانان بیشتر امروز. شمشیر کشی و غارت نداره که آقا، اسارت نداره که دین. خب میگوید که تا او را بگیرد و بیاورد. او برفت و این علقمه را طلب کرد، نیافتش. زن و فرزندش را بگرفت و سوی بوبک را برد. این بابا نبوده زن و بچه‌ش اسیر کرده و برده. ایشان بوبک را گفتند ما را چه گناه است؟ اگر علقمه مرتد است، باری ما مسلمانی و ندانیم که او کجاست. بوبک ایشان را دست باز داشت، یعنی کارشون اذیتشون نکرد. پس چون ایشان به حی خویش باز شدن، علقمه سوی بوبک را مسلمان شد. بوبک او را سوی عیال و زن فرستاد و مردان بنی عامر سوی خالد نیامده بودند و هنوز چشم همی داشتند تا کار چون شود. و مهترشان قرة ابن حبیره بود و به خبری اندر چنین گویند که خالد هنوز او را نگرفته بود. پس چون خالد دانست که ایشان همه سوی اسلام بگرایند، سپاه فرستاد سوی ایشان و خلقی را از ایشان بیاورد و قرة را اسید کرد و خالد قرة را باز داشت و آن دیگران را خواست که بکشد. ایشان گفتند ما مسلمانیم. خالد گفت تا کنون چرا نیامدی؟ و ایشان را بگرفت و هر کسی که مرتدی اندر کسی را بکشته بود او را بکشت و کسی بس او را بسوخت و هر که خواستی از کسی قاره که باز استد و گروهی را به سنگ کش و گروهی را نگونسار به چاه فرو انداخت و گروهی را از سر کوه فرو انداخت و قره را سوی بوبک فرستاد بسته و نامه کرد که با بنی عامر خواسته چنین کردم از بهر اون که ایشان را دل بر مسلمانی همی پاک نشد. بوبک جواب فرستاد که ثواب کردی و مر قره را نکش و خالد هم اونجا بنشست و هر کجا اندر عرب کسی بود که مرتدی بود و سوی اون آمدی کس فرستادی و بیاوردی و همی کشتی به شمشیر و به چوب و سنگ و به هر گونه. اینجوری عربستان رو مسلمون کرد. آقا کلام خدا اینقدر باید نیرومند بشه. آقا ما شعر حافظ میشنویم، تمام دنیا در نظرم دگرگون میشه. شعر فردوسی رو میخوانیم، به یک فضای شگفت‌انگیزی ما رو وارد میکنه. چگونه است این کلام خدا اینقدر مستدل نبود
چون کافر در واقع که امروز یعنی کافر رو تعریف کنید، کافر کسی است که الله را قبول ندارد، محمد را هم به پیغمبری قبول ندارد. خونش حلال است و مالش، خونش مباح است، مالش حلال است، زنش هم میتوانیم ببریم. این تعریف کافر. کافر یعنی کسی که استدلال بر او میکنی نپذیرد استدلال تو رو و از تو فاصله بگیره و چون رو نمیپذیرفتن اسمشو کافر. اینقدر گفتن کافر و کافر به غیر مسلمان ها که این کافر امروز معنی دیگری داره. علاقات کفر معنیشی نبوده. خب حالا این داستان عرض کنم که عرض کنم خدمتون داستان لاکراه فدین. حالا میام خدمت شما اینجا در جنگ قادسیه و این که میفرماید که آدم با شمشیر دینش عوض نمیشه، میشه پدر. مگر ما ایرانی ها تا سال 906 جز سبزوار و قم و کاشان، یکی دو شهر در مازندران، یکی دو شهر در فارس، کسی شیعه داشتیم در این مملکت؟ به ضرب شمشیر ما شیعه شدیم. یک کسی پیدا شد گفت هر کی شیعه نمیشه ما شکمش پاره میکنیم. واقعا ما شیعه ایم. بین 5 تا 30 هزار نفر در تبریز سر بریده این بابا. آمدن گفتن آقا اینجا 200 هزار تا آدم داره، اینا نمیشه، نه مرکو همه رو میکشن. ما هم گفتیم چشم آقا نکش، ما آدم های هستیم میخوایم زندگی کنیم، زندگی رو دوست داریم. حالا شیعه بشیم چه فرقی میکنه؟ به ضرب شمشیر از این آقای بازرگان بایستی پرسید که چگونه است که سواحل خلیج پارس تا برسیم در این حاشیه به کردستان از اون سو به آذربایجان و اون سو در قوچان و اونجا، چرا اونا سنی هستن؟ ترکمن ها چرا سنی هستن؟ چون از شمشیر خونریز شاه اسماعیل صفوی و ابنای او دور بودن، یه نشون نگر داشتن. هر جا شمشیر رسیده خب شیعه شدن. بعد از دو نسل دیگه همه شیعه میشن. کاری نداره که، البته که آدم میشه دینش عوض بشه. پای جان در میانه و ناموس. اینا هم جان رو میخواستن، هم ناموس رو، هم اموال رو، که کسی نمیگشن. گذشته از این به این سادگی نبوده که ایشون تصور کرده. بخش های ماورا و نهر و گرگان و مازندران اینها چندین دهه طول کشید، مردم مبارزه میکردن. اون چه جان داشتن مبارزه کردن با این جنایتکارا و اهریمنا. چندین بار در خراسان انقلاب شد علیه اینا. مقاومت ایرانیان علیه این داستان از همون روز اول بوده است، امروز هم هست. یه چیز وارداتی و تحمیلی بوده. تنها دینی که به دین مردم کار داشته این بوده. هنوزم ما بقیه پروندهش بسته نشده. بفرمایید وضع ایران رو نگاه کن. تمام کسانی هم که منادی این دین بودن مفت زندگی کردن و از اموال مسروقه و دزدی خوردن. بیاین تو ببینیم آقا پرونده آدما رو بیاریم ببینیم شغلشون چی بود. آقا این عمر چیکار می‌کرد؟ این علی چیکار می‌کرد؟ پسرانش کجا غذا می‌خوردن؟ نون می‌خوردن؟ لباس خز می‌پوشیدن می‌اومدن کربلا؟ مال مردم ایران بیچاره، ایران و مصر حرام خور بودن اینا، اما در دینشون آمده بود که حلال است. طبری که بار اسلام در شکمش بوده، اما چون حقایق رو نوشته درود بر او باد، میگوید در جنگ قادسیه 100 هزار کافر کشته شد، یعنی ایرانی. و ایشان میگوید که دین منحط شرکامیز داشتن ایرانی. آقا به شما چه ربطی داره؟ مگه دین شما به اونا به شما مربوطه که در واقع فتوا صادر کنی که کدام دین شرکامیز و منحط، کدامش خوبه؟ دین دین آقا، یه ده آلت میپرستن. شما برید به جنگشون آقای بازرگان در هندوستان، به جای دیگه هم هستن، شمشیر بکشید ببینید میشه اموالشون هم به قارتش ها اگه را بیفتین شاید ادم بیان بفرمایید اموال دارن و پول دارن، ممکنه. و چندون بکشتند از ایشان، این ایرانی ها که با تیب خاطر اسلام پذیرفتن اومدن جنگ، 100 هزارشون کشته شده. ببینید خب حالا ببینید که دوزی هاشونو میگن. و هلال سر رستم پیش سعد برد، یعنی رستم فرخزاد، این جنرال بی ارزه ما. همه این حرفایی که راجع بی ارزه ساسانیان گفتن همش تو میدان جنگ میتونست معنی دیگری پیدا کنه. چون کسی اگه شکست خورد هزار عید میتونیم بهش ببندیم و درست هم هست، چون شکست خورده. یا کسی که ورشکست شد ما هر عیبی به اون بدبخت میتونیم ببنیم. بی عرضه بود، سر کار نمیمد، مبادی بود، قمار میکرد، خب بعدش برشکست شده دیگه.
اگر یه سپه سالاری، البته تاریخ با اگر نوشته نمیشه ها، ولی از قرائن میتوانیم بگوییم یه جنرال درست حساب بهرام چوبی بود، اینا رو میرن مدینه شون هم خراب میکرد، چون لیاقت داشت. این مرتیکه زمانی که هوا خوب بوده، مناسب اسلحه سنگین ایرانیان بوده، رفته نشسته هی چرت زده و هی نمیدونم استرلاب انداخته تا هوا گرم شد. و عربا که چیز تنشون نبود، هوای خوب به گرما هم عادت داشتن. ایرانی های بیچاره با این اسلحه سنگین و برگستوان و شمشیرهای اونچنانی و خوده نمیدونم فلان، گرما نمیشد جنگ بکنی. اصلا آزمون جنگ در بیابان با 100 درجه فارنهایت حرارت نداشتن ایرانی ها. هیچ موقع اونجا نرفته، اون گداخانه بوده اونجا، کسی نمیره اونجا جنگ کنه برای چیزی، چیزی نبود که. خب میگوید که سر رستم پیش سعد برد و گفت هر چه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت، و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، یعنی کمر جنرال ایرانی. همه برگرفت. پس سر قعاون امر را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندون بکشتن، همه قعاون امر است که صحبتش کردم، چندون بکشتن از ایشان که اندازه نبودشان و بسیار غنیمت آوردن. اینا گرسنگان برای دزدی و سرقت تشنه، آدم گدای بیابانی دست پیدا کنه به زر گوهر ایران و زنهای زیبا و اسبای زیبای ایران. خب و سعد 5 غنیمت با نام فرد سوی عمر فرستاد و هیچ فرد مسلمانان را چنین نبوده است و نبود، و چندین کشتگان کندرین هر بودن 100,000 مرد کافر، یعنی ایرانی، اندرین هر کشته شدن. و این میخواستن تیب خاطر قبول کنن که دیگه 100,000 تا کشته نمیخواست، گفتن آقا بفرمایید اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، آقا خوش آمدید، تسبیح هم به ما بدید. و چرا مثلا 100,000 تاش کشته بشه قربان؟ و سعد بن ابی وقاص تا اون حرف کردن از کوش بیرون نیامده بود و مردم او را ملامت همی کردند. داستان جنایت اینا فهمیده، ما وقتی نداریم. یکی هم حالا وقت نیست، یکی هم آقای کدیور، هر کسی آخوند شد یک جاش خرابه. آقا به کسی که عمامه به کله داره، هموطن عزیز من، اعتماد نکن، چون این رفته دروغگویی رو از همون روز اول بهش یاد دادن. کینه و نفاق و دشمنی و تعصب رو به غیر خود به اینا ترزیق تزریق میکنن در این مدرسه طلبی. گفته هرچه هموسکسواله باید کشت، از بین برد. قنار کریم با شدیدترین لحن ممکن این را نمچه کرده است، اهم از اهل سنت و شیعه در ممنوعیت شرعی و اشد مجازات همجنس. میگوید که یک زبان هستن، حرمت شرعی لوات و مساحقه و مجازات شرعی مرتکب اونها مسئله که پشوانه عقلانی است با اسلام سنتی در حمر شریع و چنین و چنان که نصف مطلب افتاده، غافل از این که علمای سنت به حلال بودنش رأی دادن. پدر جان این همه غلام که اینا داشتن، این شاهان ترک، و امروز در افغانستان بچه رو میگه عروس ما، نه توی این پشتون مشتون ها هست، بچه پسر میگه چی که هست، میگه عروس ما، نه. اینا با فتوای اسلامی کار رو کردن و میکنن. این که میگوید قرآن اینها، فکر میکنم سخن بیهوده است، چون عمر آمده به محمد گفته است من دیشب فلان کار کردم، گفته است بهتر است که از جهت طبیعی باشد. نفی نکرده، این که مستقیم دستوری نداده است. حالا اگر که از نمیدونم قوم لوط صحبت کرده و اینا، یه قصه ای بود، گرفتاری ما یکی دوتا نیست قربان. چند بار قتل عام کردن اینها در ایران، چقدر در ایران مقاومت بود. 2 بار علی قتل عام کرده مردم استخر و مردم ری رو، که حاکم عرب رو کشتن، گفتن آقا ما زیر این بار قضیه نمیریم، لشکر فرستادن قتل عام. علی ابن ابی طالب، لنگر زمین آسمان، خداوند ایرانیان، گرفتاری به خدا قسم. در این باب باید بیشتر صحبت کرد. فرمانشات آقای کدیور را هم پخش میکنیم بعد خدمتون، که گفته است که اسلام با این چنین است و ما باید مبارزه کنیم و اصلا اینا رو از بین ببریم و این هموسکشوال ها رو، اینا رو به قول معروف وارتون میگه آقا همه هموسکشوال هستن، میگه نه پارتی ایرانی رو نگاه کن، مردا دارن با هم میرقصن، زنا هم یه اتاق دیگه هستن، این هموسکشوالیتی نیست؟ بگرد ببین منشأ هموسکشوالیتی کجاست.
من شخص مخلص که اینجا خدمت شما هستم در کلانتری 5 تبریز نشسته بودم، خزیب ظهر آتام حمید یه کارگاه بود، یکی زور 50 تا بچه پسر آورد. گفتم آتام حمید اینا چه کردن؟ گفت همسی مفعول دار، مفعول دلار. من نمیفهمیدم اول این مفعول یعنی چی، یعنی به ذهنم نگرد. بعد متوجه شدم منظورش چیه. گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت اینا حرفه‌ای هستن توی خیابون. این آسیب های اجتماعی نتیجهش این نیست که اون داستان نمیدونم مناسبات دختر و پسر نباید باشد، آیا ریشهش در اونجا نیست؟ مردا باید با هم را برن دست تو دست. خیابون خیلی مرسوم بود تو ایران، حتما هم هست، مردا دست تو دست با هم را میرن. میگه اینو همه را باید بکشی. راه حلش هم راه حل اسلام، هر چیزی خوشش نمیاد باید میگه با کشتن باید بریم هموسکسوالی. اینقدر آقا این آقا دقت نکرده که آقا این یک بیماریه، یکیش بعضی ژنتیکه، بعضیش گرفتاری های روحیه، نمیدونم چی، هزار یک گرفتاری داره که تقصیر کار نیست اون آدمی که گی به دنیا میاد یا اینها. جرمی نکرده که کدیور فتوا بده برن با کشتنش از بینش ببرن.